با اینکه تا به حال هیچ دارو یا واکسنی برای تداوی ویروس کرونا در جهان ساخته نشده، اما داروی ساخته شده توسط حکیم علیکوزه، یک طبیب طب سنتی در کشور، که گفته می شود برای تداوی مریضی کرونا مؤثر است. از 3 روز گذشته برای تداوی مریضان کرونایی در ولایت هرات نیز در بین مردم توزیع می شود و مریضان زیادی نیز خواهان این دارو شدند. در چند روز گذشته اما وزارت صحت عامه کشور گفته که ترکیب بیشتر این دارو مواد مخدر است و استفاده آن را مضر دانسته و همچنان مردم را از مصرف آن منع ساختند. همکارم با زیاد بیشتر. در حالی که ویروس کرونا روز به روز در کشور در حال همه‌گیری است و هنوز هیچ دارویی که بتواند آن را تداوی کند یا واکسنی که ما را در برابرش ایمن نماید وجود ندارد، با این حال داروی ساخته شده توسط حکیم علیکوزه، یک طبیب طب سنتی که در کشور از چند بدین سو قوقا کرده است، از 3 روز بدین طرف برای تداوی مریضان کووید 19 در ولایت هرات به گونه رایگان توزیع می شود. توزیع کننده این دارو در هرات از دولت خواهان حمایت از این ابتکارشان شده است. بیکم امتیاز بیکم پیسو بیکم شی متاسفانه چلته حکومت خواست بازی پایبندی جی پیشارونه جی حکومت هم ندیم برنامه دلوڑ سر دا وزارت هدایت رو تکیر جی نو کچیر دا حکومت مرسل همکاری وکی یا دا وزارت خواهم کاری وسی نور بام دا جا خلق دا پار سولا سی چوی مرکزون با مرجر رو تخلاص کو تاسی بولی در سال دی مریضان مولی در پخپل سرگو چی پا کمالت کی رازی پا کمالت کی ولاری جی. با اینکه وزارت صحت عامه توزیع و مصرف این دارو را منع کرده است، اما مریضان کرونایی که از داروی حکیم علیکوزه استفاده کردند میگویند که بعد از مدت کوتاه صحتیاب شدند. من خود من دیرو 4000 افغانی به دکتر داروستان خوب نشدم. پن نقصه ولی می دوار که خوردم بالا به مدت در غمش رو به بی بودم. خواستم از دولت اینه که فقط همکاری خاص با همچون آدم های خیر در ایراد دیشته باشه، به خاطر که اگه آدم به دکتر بره به دکتر خوب نمیشه. من خود مدیر دوا گرفتم از دکتر، مامان هم اینجا شیشته خوب نشده، اگه امروز صبح بیاوردم به اینجا همشیدیم هم شیشته، مامان هم شیشته، اینا با حالتی بودن که نفس کشیده نمیتونن. دوا خوردم بعد 15 دقیقه نتیجه مثبت ما گرفتیم از اینا. در این ارتباط خواستیم نظر مسئولان در ریاست صحت عامه هرات را در مورد میزان ضرر یا فایده توزیع دارو در بین مریضان کرونایی داشته باشیم، اما با تلاش فراوان ریاست صحت حاضر به پاسخگویی در این مورد نشد. با این حال مردم از ساخت این دارو و تداوی مریضان کرونایی توسط یک افغان استقبال می کنند و از دولت می خواهند که از فعالیت های حکیم علیکوزه حمایت کند. تمام دنیا کشورهای پیشرفته تا بال نتونستم همین تداوی از این ویروس کرونا رو بکنن. ما باید افتخار کنیم، دولت مردان ما باید افتخار کنه، به تمام دنیا باید نشان بدیم که همین یک افغان به تداوی از این کرونا رو بکن. یک افغانی ما، یک برادر مسلمان ما با شما کمیت ابتکار کرده، باید او رو تشویق کنم، او رو حمایه کنم. از ریاست صحت عامه هرات میخوایم، از وزارت صحت عامه میخوایم کمکاری کنم. دیگه به هیچ امتیاز یک روپه کس نگرفته، هیچ امتیاز برای از کس نداده، فقط به خالص الله تعالی ما تشکری میکنم از او. با اینکه داروی ساخته شده توسط حکیم علیکوزه به صحتیاب شدن مریضان کرونایی کمک کرده، اما وزارت صحت عامه بعد از تست این دارو گفته که یافتهای آنها نشان میدهد که در ترکیب این دارو بیشتر از مواد مخدر استفاده شده و این موضوع نگرانی های جدی مقامات در وزارت صحت عامه را به دنبال داشته است.